خب خوش آمدید به قسمت پایانی برنامه. در این قسمت با مردی هستیم، با مربی هستیم که افغان‌ها خیلی دوستش دارن حالا و کسی است که به حال خیلی محبوب شده در افغانستان و تانست با افغانستان به مرحله سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود کنه، آقای پیتر شکرت. خوش آمدید آقای شکرت. در ابتدا صعود به مرحله بعدی جام ملت‌های آسیا را به شما تبریک میگویم. در نخست باید این پیروزی را برای تمام مردم افغانستان تبریک عرض کنم. ما دو مسابقه مشکل مقابل ژاپن و سنگاپور داشتیم و خوشبختانه توانستیم به مرحله بعدی مسابقات جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این پیروزی تنها از آن بازیکنان تیم ملی نمیشه. این یک دستاورد بزرگ برای تمام ملت افغانستان است، چون این اولین بار در تاریخ این کشور است که تیم ملی فوتبالشان به این مرحله صعود میکند. خب بازیکنان ما توانستن عمل کرده خوب را در برابر تیم ملی سنگاپور از خودشان نشان دهند. برای خود ما این یک بازی بسیار مهم از لحاظ تکنیکی بود، چون ما باید این بازی را میبردیم تا به مرحله بعد صعود کنیم. ما بازی دشوار را در مقابل ژاپن داشتیم. بازیکن ما کارت زرد داشتند و هر لحظه امکان داشت که یکی از بازیکنهای ما کارت زرد دوم را بگیرد و بازی در مقابل سنگاپور را از دست بدهد. ما باید تمام این مسائل را در نظر می گرفتیم. از طرف دیگر نمی توانستیم با خیبر، نظیر و عباسین بازی نماییم، چون این سه بازیکن نیز مصدوم بودند. باید در بازی مقابل ژاپن تمام این مسائل را در نظر می گرفتیم تا تمام بازیکنها را در بازی مقابل سنگاپور با خود داشته باشیم. خودتان می فهمین که بازی با تمام بازیکنان به مراتب ساده تر از بازی همراه مصدومین و محرومین است. قدرت ما در چه بود؟ بازیکنان، هواداران، برد مدیریتی، فلسفه شما و یا تمام اینها؟ خب تمام این مسائل مهم هستند، اما دو مورد مهمتر از همه می باشند. یکی خود بازیکنان و دوم هواداران، چون همیشه این هواداران هستند که به ما انرژی می دهند و بازیکنان نیز می توانند کار خودشان را بسیار خوب انجام دهند. فکر می کنم در شرایط فعلی این دو مورد در موفقیت ما نقش بسیار مهم داشتند. خب با هم پکیج و بسته تصویری مربوط به آقای شکرت را می بینیم که در رابطه با عملکردش در تیم ملی فوتبال افغانستان بیشتر توضیح دادیم. پیتر شگرت، مربی که در نوامبر 2015 هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را بر عهده گرفت و جانشین اسلاون اسکلیجیت شد. شگرت که سابقه فعالیت در تیم‌های آلمانی همچون دویسبورگ و بوخوم را دارد، از نوامبر در 8 بازی همراه با تیم ملی فوتبال افغانستان به مساف حریفان در مقدماتی جام جهانی و مسابقات قهرمانی جنوب آسیا رفت که حاصل کارش 6 برد و 2 باخت می باشد. پیتر شگرت با فلسفه خاص خود در طول چند ماه اخیر خون تازه ای را به فوتبال افغانستان تزریق کرده است و همدلی را در بین بازیکنان، کادر فنی و مردم به وجود آورده است. تیم با رهبری او در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا پیروزی های پرگل و درخشانی را کسب کرد و تیم ها را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشت و شاید اگر در بازی نهایی در مقابل هند شب افغانستان می بود، افغانستان می توانست دومین قهرمانی پیاپی خود را در مسابقات جنوب آسیا کسب کند. شگرت مربی با تجربه و صاحب سبک فوتبال افغانستان که در اکتبر 2001 سند ممتاز مربیگری فوتبال اروپا را در شهر کلن به دست آورده است، در بازی آخر افغانستان مقابل سنگاپور در مرحله مقدماتی جام جهانی که پیروزی در آن حکم صعود مستقیم به مرحله سوم جام ملت‌های آسیا را داشت، تیمی را روانه میدان کرد که هم انگیزه بالایی برای پیروزی داشت و هم از حمایت تماشاگران سود می برد. شگرت حالا یکی از محبوب ترین مربیان تاریخ فوتبال افغانستان است. مربی که با 2 دهه سابقه حضور در عرصه مربیگری می تواند بخت افغانستان برای صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 را افزایش دهد. خب بسته تصویری مربوط به عملکرد پیتر شگرت را با هم دیدیم. مردی که در 8 بازی که هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را بر عهده داشته ما 6 برد داشتیم و 2 باخت. آیا شما از نتیجه که به دست آوردید راضی هستید؟ 6 برد و 2 باخت؟ نظر به شرایط فعلی، باید از این نتایج به دست آمده بسیار راضی باشیم. تنها تیم‌های سطح بالا می توانند با چنین دستاورد برسند. تیم‌های مانند جرمنی، آرژانتین، اما بسیار از این تیم‌ها این توانایی را ندارند. کار بسیار دشوار است که 6 از 8 بازی را بتوان برد. باید این دستاورد مدیون بازیکنان باشیم. اما برای من نحوه بازی بسیار مهم است. من بازی هجومی را بسیار دوست دارم و تطبیق و دیدن چنین بازی در میدان برام بسیار مهم است.
ما در بیشتر از بازی ها شاهد چنین روش بودیم. متاسفانه در مقابل ژاپن نتوانستیم این چنین بازی را اجرا کنیم، چون بازیکنان ژاپن در سطح بالای بازی میکنند. اما در مقابل دیگر تیم ها بسیار نزدیک به همین روش عمل نمودیم. در کل ما عملکرد خوبی از خود نشان دادیم. حالا پلان شما برای تیم ملی فوتبال افغانستان تا مارس 2017 و آغاز مرحله سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا چی خواهد بود؟ می‌خواهیم تا جایی که امکان داره بازیکنان جدید را ببینم، چون تیم ملی نمیتونه همیشه یک نواخت باشه. تیم ملی همیشه در تغییر است. شاید بازیکنان در کابل، در کندهار، در جرمنی و یا در امریکا باشند. مهم نیست. باید همیشه به دنبال چنین استعدادهایی باشیم. به طور مثال، لیگ برتر. ما هست که منتظر چنین لیگ هستم. چون میخواهیم با چشمای خودم عمل کرده تک تک بازیکنان لیگ برتر زیر نظر بگیرم و اونا را در تیم ملی تصور کنم. و اگه امکان داشت، اونا را در تیم ملی جای بدم. این بازیکنان مشکلات زیاد برای آمدن به تیم ملی دارند. به خاطر اینکه اونا زیاد بازی نمی‌کنند و چندین ماه تمرین ندارند. در بعض مواقع فرصت بازی کردن در ترکیب را نیز به دست نمی آورند. این زمان کافی برای تصمیم گرفتن نیست. به نظرم لیگ برتر فرصت خوبی است تا بازیکنان زیاد داخلی در تیم ملی داشته باشیم و بعد می تانیم که بازیکنان دیگر از بیرون افغانستان انتخاب نماییم. اما در حال حاضر از بازیکنانی که در ترکیب تیم ملی دارم بسیار راضی هستم، چون این بازیکنان همان بازیکنانی هستند که در مقابل سنگاپور پیروز شدند و عملکرد خوبی در تورنمنت جنوب آسیا داشتند. ما پلانی برای روزهای فیفا داریم؟ با رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان جلسه خواهیم داشت و در مورد بازی‌های دوستانه صحبت خواهیم کرد. رئیس فدراسیون ایده‌های خوبه برای بازی‌های دوستانه تیم ملی در داخل کابل داره و من نیز با این نظر وای موافق هستم. اما دانخواست باید بازی‌های لیگ برتر را ببینم و بعد از انتخاب بازیکنان جدید از این لیگ، در صورت امکان یک بازی دوستانه در داخل کابل برگزار خواهیم کرد. این رویه های رئیس فدراسیون و من است تا شاهد بازیکنان جدید از داخل افغانستان و خارج کشور برای برگزاری یک بازی دوستانه در کابل باشیم. وعده 100% دادن نمیتونم، اما این نظر رئیس فدراسیون نظر بسیار خوبی است. تصاویر مربوط به آقای پترشگیرت رو با هم میبینیم در جریان مسابقه چگونه تیم خودش را کوچ و هدایت میکنه. میتونید توضیح بدهید در رابطه با این شیوه هدایت تیم در جریان مسابقات؟ خب من میخواهم در جریان بازی تمرکز داشته باشم و به بازیکنان انرژی بدم. به می خاطر است که در نیمکت کم هیجانی میشم. هر لحظه باید متوجه تمام بازیکنان باشم. این روش ما بر انتقال انرژی به بازیکنان میباشد. در بعضی بازی ها دچار بعضی مشکلات میشویم، مثل بازی در مقابل ژاپن که 50,000 تماشاچی در ورزشگاه حضور داشتند و بسیار سخت بود تا بازیکنان متوجه ما شوند. زمانی که بازیکنان تجربه به دست بیارند و بازی های زیاد در ورزشگاه های 50-60,000 نفری انجام دهند، شما شاهد پیشرفت چشمگیری در آنها خواهید شد. روش ما طوری است که در میان میدان و خارج از میدان مانند رفیق و یا پدر و پسر هستیم. برای ما بسیار مهم نیست که تمام اونا مرا دوست داشته باشند، ولی باید به ما احترام بگذارند. روابط شخصی بر ما اصلا مهم نیست. بر ما کیفیت، شخصیت و تکنیک بازیکن مهم است. آیا شما به لباس سیاه علاقه دارید؟ بیشتر اوقات شما لباس سیاه می پوشید، مثلا در جنوب آسیا و بازی مقابل سنگاپور. خب ای باورم است. هر وقت که این رنگ لباس به تن دارم، موفقیت به دست میارم. روزی که این لباس می پوشم، تمام بازیکنان می فهمند که روز مهم است و مسابقه نزدیک است. سوال آخر، راجع به قدرت فوتبال افغانستان چی فکر می کنید؟ خب باور داشته باشین که قدرت فوتبال افغانستان نامحدود است. افغانستان تنها کشوری است که نمی‌فهمند قدرت آنها چقدر است، چون تا به حال با تیم‌های دست اول بازی نکرده ایم. بازیکنان در لیگ برتر داریم که هنوز ناشناخته هستند و بازیکنان در خارج از کشور داریم که آنها را نیز نمی‌شناسیم. ما شاهد قدرت اصلی افغانستان تا یک یا دو سال آینده خواهیم بود، زمانی که بتانیم بهترین بازیکن را در اختیار داشته باشیم. اگر صحبت دیگری با مردم افغانستان دارید، این شما و این کمره.
میخواییم در آخر از تمام هواداران فوتبال و مردم افغانستان تشکر کنم. زمانی که در ایران بازی میکردیم نمیتونستیم جو و فضای داخل ورزشگاه را تصور کنیم، کاملا احساسش میکردیم. 12 بازیکن در میدان بازی میکردند. در داخل افغانستان نیز همه ای بازی را تماشا میکردند و ما ای حمایت اونا را در جریان بازی احساس میکردیم. ای برد و دستاورد فقط بر بازیکنان و فدراسیون نبود، ای برد بر هواداران و حامیان فوتبال افغانستان است. بازم از مردم افغانستان به خاطر حمایتشان تشکر میکنم. تشکر تو افغانستان و all supporters. Thank you. تشکر مستر شکرت. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه این هفته لیگ برتر افغانستان روشن را دیدید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. Thank you.